به شما شما است من که به ذاتشم در این شبات قرارت میشه پروشوی پین خاص است ما اطلاع کامل داریم که از نظر حلاخا در سفرتورات فیلین و مزوزا تمام حروف باید حروف کامل باشند و انگامی که در اثر قدمت و گذشت زمان حروف ریختگی پیدا می کنند مرکب اونها خشک میشه و می ریزه و در حال اجزای حرف از همدیگر جدا میشن و بین اونها قطعی میافته حتی اگر یک حرف بینش قطعی باشه و در حال درست اونطوری که باید و شاید سر جاش نباشه و نوشته نشده باشه اون سفرتورا یا اون تفیدین یا اون مزوزا اینها پاسول هستند و نمیشه از اونها استفاده کرد ولی که یک مورد استثناء داریم در پاروشای پینخاس اونجایی که میفرماد لاخن امور هیننی نوتن لو اتبرتی شالوم کرمه شالوم حرف واو از نظر هلاخا باید قطع باشه یعنی باید یک یود بنویسن یک فاصله کوچکی بگذارن و بعد پایه اون رو بنویسند پایه یه واو رو که در حقیقت یک قطعی و یک ناپیوستگی در این حرف وجود داره که اگر جای دیگه سفرتورا باشه این صد در صد پاسوله ولی اینجا قاعدتا باید این تو باشه میفهمان علت چیه بگذاریم از اینکه در گمارای قیدوشین در این خصوص بحث فراوانی است و قوانینی از نظر مواردی که مربوط به کوهنیم هست رو از این امر فرا می گیرند ولیکن نکته اخلاقی که در این بحث گنجانده است اینه که میفهمد انسان باید همواره دنبال صلح و صفا باشه و سعی کنه که محبت و دوستی و مودت رو بین خودش و دیگران زیاد کنه ولیکن باید بدونیم که صلح و صفا و تفاهم ایجاد نمیشه مگر اینکه گذشتی وجود داشته باشه و انسان کوتا بیاد و خودش رو بشکنه انگامی که دو نفر دعوا دارن دو نفر مشکل دارن دو نفر بینشون اختلاف است اگر هر دو بخوان رو موزه خودشون بیستند و هیچ کدوم نخوان یک،, 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 یک, مقدار کوتا بیان پس بنابراین این دعوا روز به روز آتشش شغل ورتر خواهد شد ولیکن انگامی که یکی از طرف این کوتا میاد و در بلتا بگرد هر دو نفر گذشتی داشته باشند و کوتا بیان اون موقع است که صلح و صفا ایجاد میشه اینه که ما میبینیم در این کلمه یعنی شلوم حرف واو که اونطوری که در گمارای براخود مطرح است حرف واو نماد سلامتی و صلح و خوبی و دوستی است و میفهمود کسی که حرف واو رو در خواب ببینه اقدش خوب به اون سلامتی میده و یک تعادلی بین تمام اجزای بدنش ایجاد میکنه که هیچ نوع بیماری چیزی نداشته باشه و اگر بیماری داشته تا اون موقع مطمئنا شفا پیدا میکنه پس اینجاست که میگه اگر انسان واقعا صلح و صفا و دوستی میخواد بایستی که گذشت کنه مانند اون واوی که در حقیقت قطع است بینش یعنی اینکه خودش رو بشکنه خودش رو پایین بیاره از موضع خودش یک مقدار کنار بشینه و اون موقع است که میتونه صلح و صفا رو ایجاد کنه ما باید بدونیم که نماد صلح و صفا اهرو هست ولی در طول تاریخ در هر دوره ای حتی در زمان حاضر افرادی هستند که واقعا از صمیم قلب برای اینکه صلح و صفا رو بین افراد ایجاد کنند از همه نظر مایه میگذارن و در این راه گام بر میدارن تعریف میکنن در رابطه با یکی از ربانیم بزرگ که ایشون در شهر تلاویف زندگی میکرد ایشون عرض شود که از محل زندگی تا کنیسا رو امراه با یکی دو نفر از تلمیدیم هر روز میرفت و برمیگشت میرفت کنیسا تفیلا خوند اونجا به دراش بود به آموزش تو مشغول می شود و برمیگشت خونه و کاری به دنیای بیرون نداشت. در یکی از روزها انگامی که ایشون با یکی از تنمیدی مشتاشتن می رفتن شود از کنیسا بعد از اینکه مراسم تفیلا خاتمه پیدا کرده بود به منزل برای اینکه اونجا چیزی بخورن و دوباره برگردن به بتمید راش به تلمیده ایشون گفت که بیا بریم تو این دکونه ساعت فروشیه من خوام یک ساعتی بخرم و که تو دو ساعت فروشی اون کسی که به حال به مغازه بود اومد و خیلی خوب آراو رو تحویل گرفت و آراو رو من ساعتی میخوام برای خانومم و اون مرد اومدن با وقسام ساعت ها رو که ساعت های زنانه که داشت رو نشون داد و آراو گفت که والا من نمیتونم تصمیم بگیرم که کدوم ساعت رو برای زنم بخرم میخوام ببینم اینجا زنی چیزی هم هست که کار کنه چون که خب برحال خانم ها طبع خانوم ها رو خیلی بهتر میدارن دارن مغازه رو گفت بله همسر من اینجاست و صدای همسر زد همسر شمد و آراف گفت که اگه میشه به من کمک کنید من میخوام یک ساعتی برای همسرم بخرم شما مطمئنا خب طبع زنانه که دارید میتونید بهتر اون ساعت مناسب رو انتخاب کنید و اون زن یکی از اون ساعت رو انتخاب کرد و آراف گفت همین ساعت درجه که و من میخرم و اون ساعت رو خرید و و اینا از مغازه خارج تلمید گفت که جناب راف میشه بگید که پشت این برنامه که شما انجام دادید چه نکتهی گنجانده شده است راف گفت که صبح وقتی که ما داشتیم میومدیم بریم کنیسا من صدای دعوا و مرافع فهمیدم از این مغازه و دیدم که اون مرده روزنش داد میکشه و که سی سال از ما در این مغازه هستیم تو هنوز یک ساعت هم هم و دیگه تو برای من غیر قابل کنترلی و من نمیخوام با من باشی و انواع و این صحبت ها و دعوا داشت شدت میگرفت این بود که من گفتم بعد از کنیسا بیایم و من این ساعت رو بخرم به مشورت اون زن که اون زن این ساعت رو به من فروخته برای اینکه این, این دعوا و مکافات بخوابه و بین اونها سر و صفا برقرار بشه پس میبینیم که بزرگان عالم تراته و چقدر در این خصوص دقت میکردن که همواره سل و صفا بین افراد برقرار باشه پس خوش آبال اون کسی که گذشت میکنه خوش آبال اون کسی که کوتاه میاد خوش برون کسی که در اون بحث ها و دعواهایی که هست دهنش رو میبنده و جواب نمیده برای اینکه صلح و صفا ایجاد بشه و در حقیقت به این نب اون شخینا که منبع انواع و اقسام فیضا و برکت هاست رو برای خودش و خانوادش آشکار میکنه و از اون خوبی ها و نعمت ها میشه ما در مشنای نو از فصل دو پیرخواهوت هستیم در خصوص اون پنج تلمیدی که ربانی خانان بن زکای داشتند و اسامی اونها مطرح میشه و ربانی خوران بن زکای میاد و نقاط قوتی که در هر یک از تلمیدیم هست رو عنوان میکنه در ابتدا ایشون میفهمد که ریبیری ازر بن هرخانوس برسود شنو معبد تیپا یعنی این تلمید ریبیری ازر بن هرخانوس مانند یک چاه ساروج شده است که حتی قطره آبی رو هم از دست نمیده در زمان قدیم اینها می اومدن هایی رو حف می کردن و این گودال ها رو خیلی عالی آب بندی می کردن با انواع و اقسام مواد ساختمانی که در اون زمان داشتن گچ و و چیزهای دیگر و عرصه آب باران انگامی که در این گودال ها جمع می شد به عنوان زخیره بود برای تابستان که این آبها برای اونها به عنوان در یک امر بسیار بسیار ضروری بود بتونن ازش استفاده کنن و در این حال چاهایی هم بود که ازش آب میکشیدن ولی خب شاید اون چاها کفاف نمیداد و اینجا ما می بینیم که ربان اخران بن زکای ریبیلی بن هرقانوس رو به چنین گودالی تشبیه میکنه که چنان آب بندی شده چنان ساروج شده که یک قطره هم از دست نمیده یعنی در حقیقت این بحث حافظه ایشون هست یعنی بر ریزر قانوس این حافظه بسیار بسیار قوی که خودش خوبش بهش داده بوده به ایشون کمک میکرد که تمام موارد و برامایی که یاد میگیره رو در ذهنش نگه داره و اونها رو فراموش نکنه از نظر حافظه میشه گفت که این یک تشبیه خوبی است ولیکن ما میدونیم که آبی که در گودال جمع میشه با آبی که در چاه هست و آب روان هست تفاوت داره آبی که در چاه هست خیلی گواراتر است خیلی بهتر است و آبی که در گودال جمع میشه حال به نحوی از اون موادی که اون گودال باش آب بندی شده یک تاثیراتی رو میپذیره و مزهش عوض میشه و اونطور که با دو شاید کیفیت بالایی نداره پس اینجا اگر که ربانی خانم بن زکای بحث ربیل برون آروس رو مطرح میکنه نه اینکه از نظر کیفیت تورا ایشون توراش مانند آبی بوده که در گودال جمع میشده تورا ایشون مانند آب روانی بوده که در چاه بوده از همه نظر با کیفیت بالا ولی که از نظر حافظه ایشون تشبیه میشه به اون گودالی که در حقیقت این قدر خوب آب بندی شده که حتی قطره آبی رو هم از دست نمیده شبات بسیار خوب و مملو از برکت رو برای همگی عزیزان آرزومندیم شبات چلوم اون بارا.